سلام و خسته نباشید. با برنامه خبری امروز یک شنبه سوم ماه جولای سال 2016 میلادی خوش آمدید. من احمد سیرزیا به اتفاق همکارانم در نیم ساعت با شما خواهیم بود. برنامه را با تازه ترین گزارش از حملات مرگبار در پایتخت عراق آغاز میکنیم. اما در بخش های دیگر گزارشی از برگزاری مراسم فاتحه برای کشته شدگان حمله انتحاری اخیر در کابل، خبر در مورد دیدار یک هیئت بلند رتبه آمریکایی از اسلام آباد، و در کنار موضوعات مهم دیگر خبر هم از رسیدن نخستین محموله کمک های نظامی چین به کابل را، همچنان چیزی که در هفته خیلی مهم است برنامه سهیر گنجانیده ایم که امید است ما را تا پایان همراه باشید. در نتیجه دو انفجار در بغداد پایتخت عراق کم از کم 83 نفر کشته شده و بیش از 176 نفر دیگر زخمی شدند. داعش یا گروه دولت اسلامی مسئولیت حملات را بر عهده گرفته و ادعا کرده است که این گروه مسلمانان شیعه مذهب را به گونه عمدی هدف قرار دادند. انفجار نخست که در آن حداقل 78 نفر کشته و بیش از 160 تن دیگر زخمی شد در منطقه الکراده زمانی رخ داد که مردم پس از افطار در بیرون از منازل خود جمع شده بودند. اسوسییتد پرس گزارش داده که بیشتر کشته شدگان در این حمله کودکان هستند. هین دیدار حیدر العبادی صدر اعظم عراق از محل انفجار گروه از مظاهره کنندگان خشمگین در برابر قطار حامل و ایستاده و او را دزد خطاب کردند. انفجار دومی در شرق بغداد رخ داد و در آن دست کم 5 نفر کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که در ختم امروز نتیجه تحقیقات روی چگونگی حمله بر افسران پلیس که نهایی شده است بر ریاست جمهوری سپرده می شود. در این حال یک منبع که خواست نامش گرفته نشود به تلویزیون آشنا گفت از ده ها تن تحقیق صورت گرفته و در صورت ثابت شدن جرم و غفلت در ایفای وظیفه این افراد به تارنوالی معرفی خواهند شد. این در حالی است که امروز مراسم فاتحه برای افسران پلیس که اخیراً در واقعه انتحاری جان باختند در مسجد عیدگاه با حضور رئیس جمهور و رئیس اجرایه و دیگر مقامات بلندپایه حکومت برگزار شد. در این حال قدم شاه شهیم لوی درستیز اردوی افغانستان در مورد گفته‌های اخیر سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان واکنش تند نشان داد. سرتاج عزیز جواب ما مشخص است. ما دیدیم که در تورخم جواب سرتاج عزیز دادیم و در میدان نبرد در تمام نقاط افغانستان جواب کسایی که در امور افغانستان مداخله میکرد جواب دادیم. در این حال جلسه روی موضوعات امنیت تحت ریاست رئیس جمهور غنی برای چگونگی پیشرفت تحقیقات روی واقعه اخیر تروریستی کابل داعش. در این جلسه رئیس جمهور دستور داد تا هرچه عاجل بررسی ها تکمیل و پس از آن اقدامات لازم در زمینه انجام شود. چین اولین محموله کمک های نظامی اش را به افغانستان اهدا نمود. حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که با کمک های نظامی چین روسیه، هند و ناتو با افغانستان حامیان دهشت افغانی منزوی خواهند شد. آقای اتمر همچنان میگوید که در حال حاضر حامیان دهشت افغانی با انتخاب دشوار روبرو شدند که یا با دهشت افغانان بیستند و یا هم در میان کشورهای قرار بگیرند که با دهشت افغانی در حال مبارزه هستند. حنیف اتمر که امروز این محموله را در کابل دریافت می نمود اضافه کرد که با کمک های نظامی چین به دهشت افغانان و حامیانشان پیام واضح داده می شود که چین در کنار حکومت افغانستان ایستاده است. کمک های نظامی چین شامل تیاره های انتقالاتی، اسلحه، مهمات، وسایط و دیگر تجهیزات لوجستیکی است. با ایجاد این حرکت بزرگ منطقوی علیه تروریسم و ابتکار دولت افغانستان، حامیان تروریسم آهسته آهسته منزوی ساخته و به انزوا می کشانه. بنابراین همونطوری که تروریسم هیچ دوست نخواد داشت در منطقه، حامیان تروریسم هم دوست نخواد داشتن. یاو چینگ سفیر چین در افغانستان هم گفت که کمک های نظامی بیجینگ به کابل بخشی از کمک های عادی چین بوده و بخشی از تلاش ها به خاطر حمایت از افغانستان در مقطع مهم انتقال آن کشور است. برای چین، مردم و نظامیان چین این یک وظیفه است تا به مردم، حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان کمک کنند تا ظرفیت ها را بلند ببرد و آزادی خاکتان را نگه دارد. این امداد نظامی چین به ارزش 10 میلیون دلار ارزیابی شده است و قرار است محموله دومین کمک ها در ماه آگوست به افغانستان برسد.
گروهی از سناتوران متنفذ آمریکایی در ملاقات با جنرال راحیل شریف، لیدرسیز اردوی پاکستان در مورد وضعیت افغانستان و تلاش‌ها برای تقویت امنیت مرزهای پاکستان بحث کرد. هیئت کانگرس آمریکا که روز شنبه به اسلام آباد رسید، شامل سناتور جان مکین، رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنا، سناتور لنزی گراهام و سناتور جو دانلی می باشد. ریچارد هولسون، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان، این هیئت را همراهی می کند. اعضای کانگرس آمریکا ادعا دارند که عملیات ضد دهشت افغانی اردوی پاکستان صرف طالبان پاکستانی ضد حکومت آن کشور را هدف قرار داده است و اسلام آباد تا کنون اقدامات کافی برای از بین بردن پایگاه‌های گروه‌های طالبان افغان و شمول شبکه حقانی انجام نداده است. راحیل شریف، لیدرسیز اردوی پاکستان، پس از ملاقات با هیئت آمریکایی تاکید کرد که افغانستان با ثبات به نفع پاکستان و صلح در منطقه است. با معذرت، در فیسبوک تلویزیون آشنای صدای آمریکا امروز از دوستان پرسیده بودیم که در حال کشیدگی میان پاکستان و افغانستان، آمریکا چه نقشی داشته میتواند و از واشنگتن در این زمینه چه توقعی دارند. فؤاد صدیقی از کابل نوشته است: پاکستان آشکارا در خاک افغانستان پیشروی و در امور کشور مداخله میکند. ایالات متحده مطابق با پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا باید عمل کند. محب الله تاج از نورستان نوشته است: از آمریکا هیچ توقع نداریم، زیرا در طول 15 سال نتوانست مسئولیت خود را در مقابل دشمن انجام دهد. به نظرم اکنون هم گام مثبتی در این راستا برداشته نمیتواند. از سایر دوستانی که به این سوال ما پاسخ دادند سپاسگزاریم. شما نیز میتوانید نظریاتتان را در مورد پست های این صفحه با ما و دوستانتان شریک بسازید. آدرس صفحه ما در فیسبوک facebook.com/voatvashnast. سیلاب های شدید در مناطق چترال پاکستان جان حداقل 30 نفر را گرفت. مقامات پاکستان گفتند که در بین تلف شدگان اطفال و زنان نیز شاملند. مأمورین نجات به خاطر کمک به آسیب دیدگان و جستجوی ناپدید شدگان به منطقه فرستاده شده و مقامات از افزایش تلفات نیز هشدار دادند. مناظر طبیعی و هوای گوارای چترال هر سال میزبان سیاحان داخلی و خارجی هم است. پس از حمله مرگبار روز جمعه بر یک رستوران در شهر داکا، تدابیر امنیتی در بنگلادش اکنون تشدید یافته و سطح هشدار حملات دهشت افغانی نیز بلند رفته است. از جانب دیگر، حکومت بنگلادش با مناسبت حمله غم‌انگیز روز جمعه، دو روز را در سراسر بنگلادش عزای ملی اعلام کرده است. شرح بیشتر در این گزارش. امروز نخستین روز عزای دو روزه ملی در بنگلادش بود. خانه های نزدیک و محل واقعه در شهر داکا هنوز هم مسدود مانده است. پلیس مسلح در جاده های شهر افراد پیاده را نیز تلاشی می کنند تا جلو حملات احتمالی دیگر را گرفته باشند. در اماکن عامه همچون میدان های هوایی، مکاتب، پلیس بیشتر تعبیه شده است. در حمله ای که روز جمعه صورت گرفت و گروه داعش مسئولیت آن را ادعا کرد، 20 تن کشته و حداقل 40 تن دیگر زخمی شدند. در جمع کشته شدگان 9 تن آن ایتالیایی ها، 7 تن ژاپنی ها و 1 هندی، 2 بنگلادشی و 1 آمریکایی زاده بنگلادش شامل بود. افزون بر این 6 مهاجم نیز کشته شدند. مقامات امنیتی بنگلادش امروز یکشنبه بررسی و تحقیقشان را در مورد این حمله ادامه دادند. ما اینجا آمده ایم تا صحنه جنایت شواهد را جمع آوری کنیم. پلیس تصاویر اجساد 5 حمله کننده را با نام‌هایشان منتشر کرد. وزیر داخلی بنگلادش مهاجمان را افراد گروه تندرو داخلی موسوم به جماعت مجاهدین بنگلادش خواند. در ژاپن پسر یک تن از جمع 7 ژاپنی که در این حمله به رستوران بنگلادش کشته شد گفت مرگ پسرش غیر قابل تحمل است. او در تلفن برایم گفت که من دیگر می روم. من گفتم مراقب خود باش و آن آخرین گفتگوی تلفنی من با او بود. سرجیو ماتاریلا، رئیس جمهور ایتالیا که در جریان سفرش به مکسیکو بود، روز گذشته گفت تمام ایتالیا با خانواده های قربانیان اظهار همدردی و همبستگی می نماید. پس از دیدار با رئیس جمهور و سایر مقامات مکسیکو، من تصمیم گرفتم که برای ابراز غم و اندو سفر خود را کوتاه سازم و برو برگردم. مقامات ایتالیایی همچنین می گویند که یک ایتالیایی در این حمله هنوز مفقود الاثر باقی مانده است. در این حال بیرق ها بر فراز دفاتر صدر اعظم و وزیر خارجه ایتالیا در روم به خاطر سوگواری قربانیان حمله در بنگلادش به حال نیمه برافراشته‌اند. لیلا ما حبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
تیم آشنای صدای آمریکا برای 35 سال روی یک هدف پوشیده است. تعهد به منشور صدای آمریکا. خبررسانی موثق از افغانستان و جهان، معرفی آمریکا و بحث‌های جامعه. با ده‌ها سال تجربه، رویدادهای جهان و آنچه را که برای شما مهم است، پوشش می‌دهد. آشنای شما هر روز از هر طریق. صدای آمریکا، موثق، معتبر و جامعه. به زنان افغان به اندازه کار و زحمتشان ارج گذاشته نمی شود. این گفته امیلی میلر یک زن امریکایی است که در صفوف قوای نظامی ایالات متحده در عراق و افغانستان خدمت کرده است. او در نیروهای امریکایی در افغانستان مسئول بخش حمایت از امور فرهنگی بود. خانم میلر در مصاحبهش با همکارم شایسته سعادت‌لامی گفت که از زنان افغان درس‌های ارزشمند زندگی را آموخته است. My name is Emily Miller. I'm the Chief Operating Officer of Rumi. اسم من امیلی میلر است. من مدیر تولیدات شرکت تولیدات زعفران افغانی به نام رومی اسپایس هستم. من مدت 5 سال در صفوف قوای نظامی ایالات متحده در عراق و افغانستان خدمت نمودم. یک بار در عراق و دوباره دیگر در افغانستان ایفای وظیفه نمودم. در ماموریت‌های حملات شبانه هم سهم گرفتم. من مسئول بخش حمایت امور فرهنگی بودم که بیشتر سر و کارم با زنان و اطفال افغان بود. از کار خود در افغانستان خاطرات خوبی دارم. با افغانستان و مردمش علاقه زیادی پیدا نمودم. مخصوصا مجذوب مردم متینشان گشتم و همین رو تصمیم گرفتم که بعد از ختم دوره خدمت هم با مردم افغانستان در تماس باشم. شما یادآوری نمودید که افغانستان جایگاه خاصی در قلبتان دارد. علت این علاقه خاص چیست؟ در موردش با ما بگوین. وقتی من در عراق بودم با مردم آنقدر در تماس نبودم، ولی تجربه من در افغانستان متفاوت بود. از آغاز با افغانها خو گرفتم و علاقه هم با مردم زیاد شد. من قبل از رفتن به افغانستان در مورد آن کشور کتاب‌های زیادی را مطالعه نمودم. در مورد تاریخ شگفت انگیز آن کشور، تاریخچه راه ابریشم، موقعیت جغرافیاییش که در قلب آسیا قرار دارد و راه تقاطع میان کشورهای آسیا به شمار می رود. در مورد مردم دلیر این دیار کتابی را به نام گورستان امپراتوری ها مطالعه نمودم که خیلی ها جالب بود. وقتی افغانستان رفتم همان چیزها را دیدم و تجربه نمودم. حیران بودم به انتهای مهربانی این مردم، حس مهمان نوازی و حد شجاعتشان. آنها سه دهه جنگ را سپری نمودند و همکنون هم ببینید که با چی گونه مشکلات دست و پنجه نرم می کنند و مبارزه خود را برای زندگی ادامه می دهند. در مورد فرهنگ افغانستان چی چیزی؟ بر شما بسیار جالب بود. من فکر می کنم که به زنان افغان به اندازه کار و زحمتشان ارج گذاشته نمی شود. من از صحبت و تماس با زنان افغان چیزهای مهم و زیادی آموختم، زیرا آنها همیشه حقیقت را آشکار می ساختند. من دیدم که آنها با چه نوع مشکلات جدی مواجهند و رنج می کشند. قوای نظامی ایالات متحده خواهان من کشت خشخاشند. از سوی دیگر طالبان بالایشان فشار می آورند و همچنان آنها تحت فشار جنگ سالاران و قوماندانان عذاب می شوند و آنها همچنان قربانی جنگ ها میان حکومت و طالبان می گردند. ببینین، ما همان چه می خواهیم که آنها می خواهند. ما صلح می خواهیم، آنان هم آرزوی زندگی در صلح را دارند. آنها می خواهند به خانواده هایشان عایدی داشته باشند و با آنها یک جا باشند. تلویزیون آشنا در یوتیوب در وقت دلخواه شما. اگر می خواهید از آنچه که دنبال نکرده اید آگاه شوید و اگر می خواهید از مطالب باخبر شوید که بستگی مستقیم به محیط زندگیتان دارد، به صفحه تلویزیون آشنا در یوتیوب مراجعه کنید. با معلومات تازه و جالب فقط یک کلیک فاصله خواهید داشت. دوستان، در دبی مردم به گونه سنتی هنگام افطار در ماه مبارک رمضان منتظر شلیک توپ هستند. آنان این عمل را تداوم سنتی می دانند که در زمان نبود امکانات پیشرفته از آن استفاده می کردند. وکیل احمد احساس، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش جالب دارد. کشوری است پیشرفته و مجهز با همه امکانات و آسمان خارش های بلند جهان، اما تا هنوز هم سنت های گذشته خود را حفظ کردند. ماه رمضان است و افطار هر شب با شلیک یک توپ در محدوده برج خلیفه آغاز می گردد. الله اکبر. بعد
از شلیک این توپ است که صدای اذان در مساجد بلند می شود و روزه‌داران به افطار می پردازند. بسیاری ها از جاهای مختلف به این منطقه در محدوده برج خلیفه می آیند تا شاهد شلیک توپ در وقت افطار باشند. بیشتر این مراجع کنندگان این فرهنگ را نیک توصیف می کنند و می گویند با توجه به پیشرفت ها سنت های گذشته می تواند تاثیر خوبی بر آیندگان داشته باشد. این بسیار خوب است که سنت های گذشته کشور خود را حفظ کنیم. اگر همه سنت های فرهنگی خود را همین گونه حفظ نماییم، این سبب می شود صدها سال این فرهنگ زنده بماند. از سوی هم تعدادی از افغان هایی که در دبی زندگی می کنند با یادآوری از گذشته می گویند که افغانستان در کنار داشتن سنت های خوب اجتماعی و فرهنگی، شلیک توپ را برای دههای متوالی نیز اجرا می نمود. اما با فراموش شدن این فرهنگ و دهها مورد دیگر، ما در واقع نمی توانیم گذشته نیک و با افتخار خود را در ذهن نسل‌های آینده زنده نگه داریم. متاسفانه در افغانستان نه حکومت و نه هم نخبگان جامعه کدام برنامه مشخص داشتند که تاریخ و فرهنگ افغانستان به نسل‌های آینده یا به نسل جوان بفهمانند. ما حتی بسیار ساده میتونیم ببینیم که ما یک لباس واحد نداریم، ما یک روش و رفتار واحد نداریم. رابطه نسل جوان با گذشته قطع شده. به باور بیشتر آگاهان، حفظ فرهنگ گذشتگان می تواند تأثیر مثبت روی آینده اطفال بگذارد و این وظیفه حکومت هاست تا آنچه را که در گذشته به عنوان فرهنگ خوب وجود داشت و فراموش شده است دوباره احیا نمایند. در بخش صحی هفته قرار داریم. دانشمندان اسرائیلی یک وسیله جدید طبی را اختراع کردند تا مشکلات بیماری قلبی را در هر محله که باشند بررسی کرده و آنها را تحت نظارت قرار دهند. همکارم گزارش را در این مورد آماده ساخت. دانشمندان اسرائیلی یک پینه سیبودی را اختراع نمودند که مرکب از اجرات رشد یافته قلبی در لابراتوار و پارچه های برقی کوچک است که به طور بالقوه می تواند یک تداوی بهتر در بیماری های قلبی باشد. تل دیور، استاد پوانتون در تلابیب و اعضای محققین دیپارتمنت انجینری و علوم مواد و مهندسین در این پوانتون می گویند نتیجه کار تیمشان به اثبات رسانیده است که حال انسان ها می توانند که تا با ترکیب حجرات زنده بدن و پارچه های کوچک برقی پیشرفت های بزرگ در عرصه تکنولوژی و صحت به دست آید. این نخستین بار است که انساج بدن انسان با پارچه های کوچک برقی یک جا شده و در عرصه صحت قابل استفاده قرار می گیرد. با این مفهوم که ترکیب پارچه های کوچک برقی و بافت حجرات زنده بدن انسان امکان پذیر است. ما در اینجا آنچه را که انجام دادیم این است که یک پینه چسب هوشمند قلب را اختراع نموده ایم که نه تنها متشکل از حجرات زنده بوده، بلکه اجزای دیگر آن با پارچه های کوچک پلاستر شکل برقی وصل شده است و هم یک جا فعالیت کرده می توانند. نقش دستگاه های برقی این است که فعالیت حجرات بدن را نظارت و ثبت می کند و در صورت عدم فعالیتشان این حجرات را فعال می سازند. بافت انساج سایبوریک از یک نسج زنده تکامل یافته در لابراتوار پینه سیبودی چاپ شده و از پارچه های کوچک برقی تشکیل شده است. دیور می گوید این روش کاملا متفاوت و پیشرفته تکنولوژی جدید برای تداوی امراض قلبی قابل استفاده بوده که کشنده ترین مرض در جهان غرب به شمار می رود. طبق نظر دیور این پینه پلاستر شکل می تواند که توسط پخش دواهای لازم در جاگزین کردن انساج فعال در عوض حجرات صدمه دیده یک طریقه مناسب در پیوند قلب در آینده باشد. این طریقه تداوی در یک زمان کوتاه می تواند که دیدگاه خوب برای سلامتی قلب محسوب شود و در وقت نیاز این عضو مهم بدن را فعال کرده، همچنان به دکتران در وقت خطر نیز ضرورت است. مریض در منزلش نشسته و احساس ناراحتی دارد و دکتر در این زمان وضعیت قلب وی را روی کامپیوتر بررسی کرده و از راه دور قادر است تا فعالیت قلب را تحت کنترل بیاورد و با دواها و سیستم برقی فعالیت و حرکات قلب را تحریک کند که در اکثر موارد با دکتر هم ضرورت نبوده، زیرا این پینه قلب می تواند فعالیت خود را تنظیم کند. این یافته ها در مجله مواد طبیعی به نشر رسیده است.
خدیجه الکوزی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. دوستان، در حالی که امراض قلبی و سکته های قلبی در زمره یکی از مهلک‌ترین تکالیف صحی به شمار میره، شمار مبتلایان به این مرض در جهان افزایش یافته است. ما هم خواستیم معلومات بیشتر در مورد امراض قلب و امکانات تداوی او را از مهمان این ساعت برنامه از طریق اسکایپ بشنویم. دکتر ناصر اوریا، دکتر در کلینیک فرانک تیدای شهر سن انتونیوی، ایالت تکساس، ایالات متحده. سلام بر شما، تشکر از وقتتان، تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتین. اگر در آغاز بگوین چرا گراف مبتلایان به امراض قلبی در جهان و خصوص در افغانستان رو به افزایش است، دلیلش چی است؟ با عرض سلام به شما و بینندگان گرامی، گراف امراض قلبی وایی نه تنها در کشور غربی بلکه در کشور شرقی هم رو به افزایش است. دلایل و عوامل مختلف دارد. در پلوی دلایل ارثی یا ژنتیکی، دلیل عمده نبود فعالیت فیزیکی، نکردن ورزش، غذاهای غیر صحی و داشتن امراض از قبیل فشار خون بلند که کنترل نمیشه، داشتن کلسترول بلند، داشتن مرض شکر یا دیابت و عادات نادرست یا غیر صحی غذایی و کشیدن سیگارت و عادت به دخانیات و مشروبات است. به خاطر داشتن یک قلب سالم، دکتر صاحب، چی چیز باید مد نظر گرفته شود به شکل ابتدایی؟ خب، مهمترین مسئله ای است که ما باید بفهمیم که قلب چی وظیفه داره. سیستم قلبی وایی یکی از پرکارترین سیستم ها در وجود است که هیچگاهی آرامش نداره، همیشه کار میکنه و به اون خاطر زمانی که قلب خون پمپ میکنه، باید خود قلب هم خون و اکسیژن و مواد غذایی به اندازه کافی بگیره. وقتی فعالیت فیزیکی زیاد میشه، انسان وزن انسان زیاد میشه، قلب باید کار بیشتر بکنه و خود قلب وقتی اروا میشه یا خون بهش میرسه، یک سیستمی داره به نام شریان اکلیلی یا کرونه که خود از اگر بندش درش به وجود بیاد، بندش قسمی باعث دردهای قلبی میشه و اگر بندش کامل به وجود بیاد باعث سکته قلبی میشه. به این خاطر مهم است که از این امراض که باعث تشدید این پروسه میشن، از قبیل فشار خون بلند، مرض شکر، کلسترول بلند، خوردن نمک زیاد در مواد غذایی، نبود مواد صحی از قبیل ترکاری و میوه‌جات در رژیم غذایی ما و نداشتن فعالیت فیزیکی و وزن نامتناسب از عوامل عمده از این تکلیف است. دکتر صبوریا، یک فرد چگونه بدانه که تکلیف قلبی داره و یا هم دچار حمله قلبی شده؟ خب، تکلیف قلبی تکلیف مختلف است، اما وقتی که آدم سر امراض شریان اکلیلی گپ میزنه، یعنی امراضی که خود قلب مسئول از این میشه که به قلب خون به اندازه کافی و اکسیژن به اندازه کافی نمیرسه، تا ابتدا وقتی که انسان فعالیت فیزیکی میکنه، یک درد و گرفتگی در سینه یا صدر پیدا میشه، اما با پیشرفت این مرض درد دوامدار میشه و بعدا بسیار شدید میباشه. وقتی که انسان با یک خناق صدری یا آنجین و یا سکته قلبی یا انفارکشن قلبی مصاب می باشه، در این صورت یک درد شدید که اکثرا درد بسیار گنگ و به شکل فشار مانند است که به طرف شانه چپ معمولا انتشار میکنه یا به طرف گردن انتشار میکنه یا به طرف دست چپ انتشار میکنه، بعضی هم به طرف بین دو شانه انتشار میکنه، توأم با عرق سرد، تپش قلب و احساس دلبدی و بعضی استفراغ می باشه و سرچرخی. اما این در پیش اشخاص که به صورت تیپیک می باشد، خصوصا مریضای دیابت شکل غیر تیپیک است، اونجا می تونه مریض کاملا اعراض غیر وصفی داشته باشه، مثلا یک استفراغ می کنه که هیچ اعراض نمی داشته باشه. به خاطر کسایی که امراض دارن در کنترلش بسیار کوشش کنن و اعراض همیشه متوجه باشن، دست کم نگیرن. دکتر صاحب، شما در امریکا و یکی از کلینیک های امریکایی فعالیت میکنین، چی گونه بررسی میکنین نحوه وقایه و مداوای تکالیف قلبی و یا هم رسیدگی به کسایی که دچار حملات قلبی که شما یادآور شدین در اینجا و مثل کشور افغانستان؟ یک مسئله که بسیار مهم است وقتی انسان به یک مرض تشخیص میشه، مثلا فشار خون بلند که این زمینه را برای امراض قلبی مساعد میسازه یا کلسترول بلند، در کشورهای غربی یک سیستم وجود داره به نام هلت مینتیننس که اینا به صورت متداوم پیش دکتر مراجعه میکنن، دوایی که لازم است بگیره و با وقت و وقفه‌های متناسب، مثلا کلسترولشان چک میشه، شکرشان چک میشه و دیگه فشار خونشان چک میشه.
در کشورهای شرقی متاسفانه یک پرابلمی که در افغانستان است این است که وقتی یک آدم پیش دکتر میره به خاطر تکلیف فشار بلند خون یا فشار کلسترول بلند خون، اینا یک نسخه را میگیرن و بعد از فکر میگنن که این تکلیف به صورت کلی حل شد، حالا که یک تکلیف است که مثلا مرض شکر یک تکلیف نیست که ما او را بتانیم از بین ببریم، اما کنترل بسیار عادی میشه و میشکل فشار خون بلند، یعنی کنترل امراض غیر قابل علاج، یعنی که از بین برده شده نمیتونن اما قابل کنترل هستن، این بهترین راهش است که از امراض قلبی وایی جلوگیری شود. رول میدیا، رول دکترها و مسئولین طبی و خصوصا میدیا در بلند بردن سطح دانش علمی جامعه رول ارزش بسیار فوق‌العاده دارد. دکتر صاحب تشکر از وقتتان، با امید صحبت‌های بیشتر در برنامه بعدی. روز و وقت خوش. خداحافظ. هیلری کلینتون نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در رابطه با نحوه کاربرد ایمیل شخصی در زمان تصدی وزارت امور خارجه دیروز با مأمورین FBI یا اداره تحقیقات فدرال در ایالات متحده دیدار کرد. چنان معلوم میشه که بررسی‌های وزارت عدلیه ایالات متحده در مورد قضیه ایمیل های خانم کلینتون به نتیجه گیری نزدیک شده است. شرح بیشتر از همکارم در این مورد. نیک مرل سخنگوی کمپاین انتخاباتی هیلری کلینتون گفته که خانم کلینتون صبح روز شنبه به صورت داوطلبانه حاضر شد تا با اداره FBI مصاحبه انجام دهد. این مصاحبه که در دفتر مرکزی FBI در شهر واشنگتن صورت گرفت مدت 3.5 ساعت دوام نمود. مصاحبه در حال صورت گرفت که به تدویر جلسه انتخاب نامزد حزب دموکرات برای کرسی ریاست جمهوری فقط 4 هفته باقی مانده است. انتظار می رود دموکراتان هیلری کلینتون را رسما من حیث نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات برای انتخابات 8 ماه نوامبر تعیین نمایند. با کمک شما ما برای جلسه نامزدی حزب به فیلادلفیا برمیگردیم با بیشترین رأی و بیشترین نمایندگان انتخاباتی. قانونگذاران جمهوری خواه خواهان تحقیقات مستقل روی این موضوع شده میگویند بر وزارت عدلیه اعتماد ندارند که در مورد آن بی‌طرفانه قضاوت نمایند. جمهوری خواهان به شمول دونالد ترامپ رقیب هیلری کلینتون روز پنجشنبه انتقادات خود را بعد از آن شدت بخشید که لوریتا لینچ وزیر عدلیه در این هفته با بیل کلینتون رئیس جمهور سابق امریکا و شوهر هیلری در میدان هوایی فینیکس اریزونا ملاقات مختصر و شخصی داشتند. لینچ گفت که آنها روی موضوع تحقیقات ایمیل های هیلری کلینتون بحث نکردند اما اعتراف کرد که ملاقاتشان مناسب نبود. لینچ علاوه کرد هر پیشنهادی را که تحقیق کنندگان روی آن کار میکنند خواهد پذیرفت. همانطوری که من همیشه گفتم این موضوع توسط افراد مسلکی و تحقیق کنندگان وزارت عدلیه مورد تحقیق قرار دارد. آنها از آغاز روی آن کار کرده و مستقلند. خانم لینچ افزود آنها مستقلانه عمل می کنند و از قانون پیروی می نمایند. حقایق را در می یابند و پیشنهادات خود را ارائه می کنند. بعد این پیشنهادات مورد بررسی عاملین مسلکی در وزارت عدلیه و اداره FBI قرار می گیرد. بعدن آنها آن را به من پیشکش می کنند و من کاملا پیشنهاد آنها را قبول دارم. مصاحبه هیلری کلینتون با FBI بیانگر آن است که وزارت عدلیه به تحقیقات یک ساله خود در مورد استفاده ایمیل های شخصی هیلری کلینتون در زمان مأموریتش به حیث وزیر خارجه امریکا نزدیک شده می رود. مشکلی که برای رسیدن وی به قصر سفید تا حد سایه افگنده است. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن. برنامه امروز تلویزیون آشنا، صدای امریکا در همینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعد، خدا نگه دارد. تیم آشنا، صدای امریکا، هر روز را با یک مرام آغاز می‌کند. با دولو چارو که در امریکا غگ، در ارزختون و غروالی، ارائه اخبار موثق، معتبر و جامع. چارواکو او کاربوهانو تا بیساره لسلسه لری. هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی. صدای امریکا، آشنای شما. تا
تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون نه د مهمو خبرونو سرچکی اورئ.